ارزش های حزب دموکرات، اولا به هر صورت ارزش های حزب دموکرات در حال حاضر، اجازه بدید وقتی بخوایم ارزشش رو به صورت کلی بگیم شاید ارتباطی با امروز نداشته باشه، در مقایسه با حزب جمهوری خواه امروز، حزب دموکرات مانند یک حزب کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی اعضاش دارای نظرن، رهبرانش دارای نظرن، فقط یک فکر و یک خانواده مسلط بر حزب دموکرات نیست، در مقایسه با حزب جمهوری خواه که فقط خود آقای ترامپ و عملا همه ناظران معتقد هستند که آقای ترامپ در سال 2015 این در سال 2016 وقتی که به ریاست جمهوری رسید و پس از اون و پس از ژانویه 6 ژانویه 2021 که باز هم به کارش ادامه داد و رهبر پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، اول ایشون رو شماتت کرد به خاطر تلاشی که برای کودتا انجام داد در روز 6 ژانویه، رفت به دیدار ایشون در مارالاگو و به اصطلاح اظهار پشتیبانی کرد و یک نوع اظهار خدمتگزاری کرد. آقای ترامپ اساساً تمام حزب جمهوری خواه رو در اختیار خودش داره. نخست اینه که بنابراین حزب دموکرات بزرگترین ارزشی که ایجاد میکنه اینه که هر نفر در داخل حزب دموکرات از طریق نمایندگانشون، از طریق رهبرانشون دارای نظرن. حزب دموکرات در واقع ثابت کرد که از میان دو حزبی که در آمریکا در حال حاضر وجود داره مانند یک حزب کار میکنه. یعنی نظرات اعضاشون مهمه، نظرات رهبران حزب که دارای گوناگونی فکری هستن مهمه. در نتیجه رهبر حزب که آقای بایدن بود تا میشود گفت تا ساعتی پیش و به صورت سمبولیک ادامه خواهد داد تا خانم هریس به احتمال قوی بشود نماینده حزب دموکرات، رهبر حزب خدایگان نبود، بلکه رهبر حزب فقط رهبر حزب بود که در اختیار اعضای حزب بود و بنابر نظرات حزب و خواستگاه اونها جلو میرفت. و این نشون داد که حزب دموکرات در واقع دموکراسی رو در آمریکا در حال حاضر نمایندگی میکنه، حقوق مردم رو در اکثریت وسیع نمایندگی میکنه. من با نظر مهمان گرامی دیگر کاملا مخالف هستم، از نقطه نظر اینکه بله تورم وجود داشته، آری، ولی تورم یک پدیده جهانی است که آمریکایی هم اکثرا اینو درک میکنن چون دارای شغلن. بیشترین تعداد شغل در عرض 4 سال گذشته در آمریکا ایجاد شده از نظر تاریخی و از نقطه نظر رسیدگی به نیازهای مردم، کاهش دادن قیمت داروها، کاهش دادن حتی همین تورم، به وجود آوردن مشکلات کمتر برای کسانی که دارای وام‌های دانشجویی بودند، و به ویژه از نقطه نظری که اهمیت بسیار زیادی در امروز داره، آزادی زنان، آزادی حق زنان در انتخاب اینکه چه تصمیمی در مورد خودشون بگیرن، به خصوص که به صورت متتبلورش به صورت مسئله سفت جنین هست. یعنی آزادی رو داشته باشن، نه اینکه با این موافق باشن، زنان این حق رو داشته باشن که انتخاب بکنن، نه حزب جمهوری خواه برای مردم تصمیم بگیره. از این نقطه نظر ارزش های مردمی، دموکراسی، احترام به مهاجرین، کمک کردن به همه مردم، حزب دموکرات 100% طرفدار با داشتن مشکلاتی و پاره انتقادات که می شود به حزب دموکرات بر اثر سیاست های نولیبرال انجام داد، کماکان حزب دموکرات حافظ منافع طبقه کارمند، کارگر، متوسطه. حزب جمهوری خواه طرفدار بیلیونرها و طرفدار ثروتمندانه و تنها چاره کار رو همیشه زدن مالیات و اضافه کردن کسری بودجه میدونه. آقای کیان، آیا واکنش شما رو بدونیم که آیا آقای ترامپ حزب جمهوری خواه رو به حزب خودش تبدیل کرده این روزها؟ ببینید، مشکلی که ما بخوایم واقعا صادقانه بخوایم صحبت بکنیم، ادعا بکنیم که حزب جمهوری خواه آمریکا امروز از آقای ترامپ جدا هستش. ببینید چه اتفاقی افتاد در کنوانسیون. دیدیم که حتی مخالفین آقای ترامپ، خانم نیکی هیلی و گاورنر سابق فرماندار فلوریدا و بقیه کسانی که آقای پنس، بقیه که او مخالفت داشتن در اونجا حاضر بودن، حالا یه عده علناً حمایتشون اعلام کردن. خب این نشانه اینه که آقای ترامپ این قدرت رو داشته در حزب که بله همه رو با خودش هم صدا بکنه. و یه جنبه دیگه هم داره، اینه که کارشناس محترم بهش اشاره میکنن که در حزب جمهوری خواه این هم صدایی وجود داره با آقای ترامپ. دلیلش اینه که شاید آقای ترامپ برخلاف آقای بایدن که فقط و فقط منافع گروه های خاصی رو، برخلاف آنچه که گفته شده، منافع گروه های خاصی، مثلا عواقبی که این مسئله
تغییرات اقلیمی داره، خب خیلی میتونه عمیق‌تر بررسی بشه که از کجا میاد، چه کسانی پشت فشار به این هستن، اصلا مشکل اونها با توسعه چه هستش، ترتیب شیال وارد اون بحث نمیشیم. ولی بله، آقای ترامپ توانسته حزب خودش رو منسجم با خودش همراه بکنه و به نظر من اونهایی که با آقای ترامپ همراه میشن هم همین مطلب واضح رو دیدن. بله، ببینید، ما همیشه در طول تاریخ دیدیم که این پاندول سیاسی آمریکا بیشتر تو همون مرکز میمونه، کمی به راست میره، کمی به چپ میاد. این حرکات عجیب و غریبی رو که با آقای اوباما شروع شد، از دوران ریاست جمهوری ایشان شروع شد که به شدت به طرف چپ بره و به شدت ارزش‌های جدیدی، شما اگر در دانشگاه هستید حق ندارید که به طور خاصی صحبت کنید یا عده‌ای جمع بشوند، چون این محیط رو ناامن می‌کنه برای بقیه. اصلا این ارزش‌ها، این ضوابط چیزهایی است که آمریکا باهاش آشنایی نداره. اینها هستش، نه اینکه سر مسائل سیاست‌گذاری کلان که به اقتصاد شاید تأثیر مثبت یا منفی بذاره. این روابط اخلاقی، چیزهایی که اتفاق افتاده، شما حق ندارید که کسی رو که میبینید، مثلا من آقای پیامی عزیزیان به شما برسم و مطمئن نباشم که شما رو باستی آقا خطاب کنم یا با لقب دیگری شما رو باستی خطاب کنم. کجا این ارزش‌ها در آمریکا بوده؟ کجا اینها اسباب احترامه؟ کسی به کسی کاری نداشت، نیازی به این نبود که با پتک این ارزش‌ها، البته کارشناس محترم راجع به حق طبیعی یک زن در ارتباط با تصمیم گیری در مورد بدن خودش صحبت میکنه، من فکر نمیکنم هیچ آدم عاقلی بخواد بیاد و با چنین اصلی روبرو بشه، ولی ضابطه داره، یک قراری داره، یک جایی بایستی حق طبیعی آدم‌ها حفظ بشه با رعایت منطق. حالا این بحث تغییر کرده، دادگاه عالی رأیش رو جور دیگری داده، مسئله حادتر شده. من راجع به این مسائل صحبت نمی کنم، من تو راجع به این صحبت نمی کنم که اصل دوم متمم قانون اساسی آمریکا حق حمل اسلحه و اینا هم نه. من راجع به اون ارزش هایی که به زور، مثلا شما بایستی مجسمه شخصی رو که در تاریخ آمریکا وجود داشته از اینجا بردارید، برای که این نماد یه چیزی هست، بخشی از تاریخ، و این فشار بود که باعث شد که حزب دموکرات اینجا برسه که می‌بینید. یعنی حزب دموکرات امروز وضعیت خوبی نداره. ما با هیچ تعبیری نمیتونیم وضعیت حزب دموکرات رو توجیه کنیم، بهش قدرت مصنوعی منتسب کنیم. نه، حزب دموکرات خودش خودشو از بین برد، برای اینکه رفت به جایی که دیگه بیشتر از اون نمیشد به چپ تمایل داشت.